سلام سلام به شما عزیزان در هر کجا که هستید، زاهدان، بندر عباس، شیراز، اصفهان، هر کجای ایران، ساری، رشت، مهاباد، بوکان، مسجد سلیمان، آبادان، شهسوار و همه شهرها و روستاهای ایران، در هر کجای ایران که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید و نیز در خارج از ایران، به شما درود و سلام میگویم. در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا در ادامه سفر همچنان در استکهلم پایتخت سوئد هستم و در ساعت پیش رو همراه شما مرور میکنیم اخبار ویژه از ولایت رو، اخباری که در رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی بازتابی که باید نمییابند، چرا که مصالح و منافعی در کار است که اخبار اینچنین گسترشی بیش از حد لزوم که لابد مجبور تشخیص مصلحت نظام تعیین میکند نیاید. اخباری مثل این که مثل این خبر که اختلافات دو جناح حکومت بر سر چیست، چرا همه کاسه کوزه ها اکنون بر سر احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد شکسته می شود، از رفسنجانی گرفته تا بسیاری در مجلس فقیه و نیز در اطراف خود ولایت فقیه، یعنی در اطراف آقای خامنه‌ای، کاسه کوزه ها رو همچنان بر سر این یکی کارگزار حکومت می شکند. گویی که احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد از آسمان بر سفره مردم ایران نازل شد و 8 سال تمام بیخبر بودند. امثال آقای حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی جزء کسانی بودند که هیچ اطلاعی از عملکرد 8 ساله آقای احمدی نژاد نداشتند و حتی خانم معصومه ابتکار نیست که او هم آغاز کرده است سنگ پراکنی به سوی همکار و همراه پیشین خود آقای محمود احمدی نژاد. خبرها از این دست بسیار هست، بسیار است. در این شماره بخشی از این خبرها رو در این شماره از تفسیر خبر همراه شما عزیزان مرور خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر. اونها که تحقیق کردن یا آشنایی دارن یا از نزدیک دیدن یا شنیدن یا مستندهایی رو دیدن یا کس و کاری دارن در حوزه‌های علمی قم با این فوت و فنها بسیار آشنا هستن که در حوزه‌های علمی قم تا پیش از البته انقلاب، بعد از انقلاب به چه شکل شده، بسیار مدرن شدن چون اونجا دیگه میشینن و از طریق کامپیوتر شاید بحثایی رو پیش میبرن، اما بر سر و کول همدیگه زدن طلبه ها در مسیر طلبگی این امری بسیار عادی بود و جلوه های مختلفی داشت و حکایات مختلفی. تمام آقایونی که اکنون بر سر کار هستند و بر خر مراد به قول معروف سوار، زمانی طلبه هایی بودن که بر سر کول هم می زدن در حوزه های علمی قم. این بر سر کول هم زدن آمده و نشسته در منظر حکومتی و در کرسی های حکومتی. من هیچ وقت فراموش نمی کنم که آقای بهشتی، آیت الله بهشتی، از کارگزاران اولیه حکومت فقیه و از تقریبا مسئول شورای انقلاب به نحوی و بعدا مسئول مجلس خبرگان قانون اساسی، یک بار بر سر مجلسیان تشر زد چون تازه اومده بودن مجلس. چون این ملایانی بودن که از جاهای مختلف آمده بودن به مجلس، روحانیت شیعه، حجج اسلام، علمای اعلام، از جاهای مختلف اومده بودن قانون اساسی بنویسن که دولت بازرگان به اون پیشنویسش رو ارائه داده. آقای منتظری رئیس مجلس بود، اما گرداننده اصلی
مجلس، اداره کننده اصلی مجلس آقای بهشتی بود. آقای بهشتی بر سر چند تن از کسانی که بودن در اون مجلس و جر بحث هایی میکردن به شکل های مختلف و حرف های خوب آشنا نبودن با اوضاع احوال دنیای جدید و موقعیتی که قرار گرفته بودن تشر زد. جلسه تقریبا محرمانه بود، اما به هر حال چند نفری به اون جلسه محرمانه راه یافتن به هر حال. و که آقا چرا توجه نمیکنید؟ چرا توجه نمیکنید که اینجا مجلس همه دنیا داره میبینه ما داریم چه کار میکنیم؟ اینجا شما همون دعوای حوزوی رو برداشتین، حوزه ها رو برداشتین، اینجا دیگه اینجا حوزه علمی نیست. میگم چند نفری که راه یافته بودن هیچ، و به هر حال دستگاه هم به جوری بود که مانیتورهایی که در اتاق به اصطلاح دیگری مجلس رو ریکورد ضبط میکرد اینها باز بود که ما به هر حال دیدیم این صحنه. حالا همین اومده در حکومت، تبدیل به حکومت شده. به قول بسیاری از ناظران و اوضاع ایران خب سوء تفاهمی به وجود میاره مبنی بر اینکه نوعی دموکراسی در ایران هست. هست نیست بحث دیگری است. این چه نوع دموکراسی هست، دموکراسی دینی، دموکراسی فقیه و فقاهت، بحثی روزی بیشتر خواهیم شکافت. اما در همین چارچوب ظاهرا کسانی که حضور ندارن و چندان مهم نیستن خود مردم هستن، چرا که این آقای محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بوده. بلا نسبت شما، بلا نسبت شما گلاب بروتون، آقای احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور این مملکت بوده. خب اون بابایی که نشسته اون بالا، ولی فقیه که نماینده خداوند هست و همه این صحبت ها، حد اقل وظیفش اینه که پاسداری بکنه از منافع و مسائل امت اسلامی و امت ایران در صحنه، که نذاره کسی خطا بکنه. نه اینکه 8 سال تمام یا بقیه، آقای هاشمی رفسنجانی یا آقای روحانی یا بقیه، این حرفا رو خود شما قطعا بهتر میدونید و در جریان هستید. حالا آقایون آمدند و تمام این کاسه کوزه ها رو بر سر این یکی همراه پیشین خودشون شکستن، آقای احمدی نژاد. آقای رفسنجانی این وسط توجه دارید قطعا که آمده و گفته که حامیان آقای احمدی نژاد باید پاسخگو باشن. پاسخگو، خب بزرگترین حامی آقای احمدی نژاد خود آقای خامنه ای بوده. یه خود با هم رودرواسی دارن آقای رفسنجانی خامنه ای، حرفا رو در لفافه میزنن. حامیان آقای احمدی نژاد، خب آقای خامنه ای دیگه از هرامن شمس به قول علمای اعلام و حجج اسلام. خب بیاید و بگید که آقای خامنه ای چرا پاسخگو نیستی؟ چون 8 سال حامی کسی بودی، اصلا به خاطر ایشون آدم کشتی. حالا نه اینکه به خاطر بقیه هم آدم نکشتن، چرا اونا کم کشته نشدن از بقیه. همین خود آقای رفسنجانی در دوره ایشون چقدر آدم کشته شد یا به زندان در خارج، در داخل ایران، قتل های زنجیره و بقیه مسائل. خوشبختانه سیستم ایران جوری هست، بسیار بخشنده هستن، بلا فاصله خوب میتونی آدم بکشین، مملکت رو به ورشکستگی بدید. ایرانی ها یکی از خصوصیاتشون بخشندگی است. بعد مسئله نیست، دور هم هستیم، شما حکومت کنیم ما فرمان میبریم و اشکالی هم نداره. این همه نویسنده و شاعر و روزنامه‌نگار کشتید و در زندان ها و همینطور خارج از کشور، یا مثل حتی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بودید، طولانی ترین دوره نخست وزیری ایران بعد از هویدا، و در اون دوره آقای خمینی چه اتفاقاتی در ایران افتاد هم نسلان من هم میدونم و نسل جوان هم بسیارشون سرکی کشیدن. بعد آرزو میکنم خب میخوایم برگردیم به دوره طلایی امام. اینا دور هم هستیم دیگه، بعد از انقلاب همه دور هم هستیم و به قول آقای خمینی همه با هم هستیم. مسئله نیست. خب ایده امور بشر به هر حال فانی است. حالا گیرم که مثلا یه 10-15 هزار نفر شاه رفسنجانی و دولت آقای رفسنجانی زودتر به اون جهان بفرستیم، مشکل چندانی نیست در میان علما و حجج اسلام. از اون طرف این رو هم من بگم خدمت شما عزیزان که آقای احمدی نژادم
ساکت که نمیشینن که، و هواداران مخلفات اونها. این یه دموکراسی است که هر دو طرف به هر حال حرفاشونو میزنن، اما طرف سوم که مردم باشن، این دیگه میشه دموکراسی غربی. اونا نه، اونا تو این بازی اصلا هیچ نقشی نداره. ما سر کول هم دیگه میزنیم، به شما مربوط نیست. ما برادران و خواهران هستیم دور هم دیگه، در حال یه مشکلات داریم حلش هم میکنیم، مثل حوزه علمیه قم همطور که اشاره کردم. آقای احمدی نژاد هم آمدن و حرفایی زدن، حرفستان. بله، نسبت شما همطور که گفتم این رئیس جمهور پیشین آمده و گفته اولا خداوند تمام این مخالفان ما رو جارو خواهد کرد، یعنی مخالفان آقای احمدی نژاد. یعنی شما وقتی نگاه میکنین شبا در آسمان کویر که هستید، به آسمان نگاه میکنین، میتونید تعداد بی نهایتی ستاره و کهکشان های مختلف ببینید و جاهایی دید. و مجموعه این هستی بسته به اعتقادتون به آفریدگاری که معتقد هستید، به خداوندی که معتقد هستید، همون خداوند و آقای احمدی نژاد میگه همه این کارا و زندگی و همه اینا رو رها خواهد کرد. میاد چیکار میکنه؟ میاد مواظب هست که مخالفان آقای احمدی نژاد رو جارو کنه، چرا که آقای احمدی نژاد به گفته خودشون با امام زمان در ارتباط هستن و به هر حال خداوند حامی ایشون است، شوخی بردار نیست. سمت به اصطلاح روبنده مخالفان آقای احمدی نژاد هم به ایشون دادن. اما یکی از مخلفات آقای احمدی نژاد که آقای روح الله حسینیان باشه، ایشون حرفی زده که حالا میگی نبرو گز کن به قول قدیمی ها. گفته که در دوره آقای احمدی نژاد کشور، منظور کشور همین ایران هست، کشور بیش از هر زمان دیگه آباد شد و ما عزتی یافتیم که هرگز نداشتیم، اصلا به کلی نداشتیم همچه عزتی. درست که آقای عزت الله انتظامی راهی پیدا کرد به دولت آقای احمدی نژاد و دست در دست آقای احمدی نژاد و در دست آقای رحیم مشائی، منظورشون ولی آقای عزت الله انتظامی نیست، منظورشون عزت ملی است. با عزت عزت الله انتظامی بسیار فرق میکنه. عزت الله انتظامی بازیگر خوبی است، تئاتر، سینما، همه اینها دارای سابقه است، ولی خب عزت ملی که نیستش که. والله حسینیان میگه ما به یک عزت ملی در دوره احمدی نژاد دست پیدا کردیم و این حرفیست. اگرم اعتقاد ندارید میتونید که برید و گز کنید. یعنی ببینید قبل از احمدی نژاد عزت ملی ما چند سیسی بود؟ داشتیم؟ نداشتیم؟ حالا چند سیسی هست عزت ملی ما؟ حرف یکی دیگه از مخلفات شهرستان نشین ایشون که آقای مهدی سعادتی بودن، استاندار سابق گیلان، ایشون حرف رو دیگه کامل کردن. گفتن قبلا دنیا ایران رو به چی میشناخت؟ به کوروش کبیر. نه، لوح کوروش کبیر، دنیا ایران رو به کوروش کبیر میشناخت. اما الان مدت هاست، اکنون جهان ایران رو به محمود کبیر میشناسه. هم کسی نیست این حرف رو زده، استاندار سابق گیلانه، محمود کبیر. ببینیم ما این انقلاب ما یکی دوتا حوز که نداشته، از همون دقیقه اولی که آقای خمینی پاشو گذاشت روی زمین ایران و قبلش هم که در اومد گفتش که پرسیدن چه احساسی داری، گفت هیچ، مرحوم قدزادم ترجمه کرد این هیچو، و بعد البته شکافته شد این هیچ وسیع آیت الله خمینی توسط حزب توده و بسیاری دیگه از شعرهای گرانقدر انقلابی ما تجزیه و تحلیل شد که این هیچ یک هیچ مولویواره و و و و و اینها است. امام که به یک کشور که قانع نیستش، امام اصلا به این جهان اومده این جهان رو، یه خود این کره زمین رو جابجا کنه، همه رو تکون بده و با سعادت و معنویات و هر چی که هست ببره بالا، که آخرم برد. میبینید دیگه، بعد از این انقلاب کذاب به قول خود آیت الله خمینی
ما تولید کبیرهامون بسیار زیاد شد، ما یه چیزای کبیر داریم. البته دعای جوشن کبیر ما داشتیم قبلا، اما آخرین این کبیرها مثلا مبارز کبیر خود آیت الله خمینی بود، مبارز نستو هم داشتیم که میگفتن آن یکی آیت الله طالقانی. آخرین کبیرها همین بابازهای محمود احمدی نژاد، گلاب بروتون، رئیس جمهور پیشین ایران. به نظر میرسه که این جناح هم ساکت ننشسته، داره حرف و کار خودشو پیش میبره در برابر اون یکی جناح. یک شعری بود، این حیات و اون حیات میبرن نقل و نبات، حالا این جناح و اون جناح یه چیزایی میبرن، حالا نقل و نبات اگه نیست ممکنه این حسابای بانکی باشه که خب ارزش چندونی نداره. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خب سابقا ما یک ملا نصرالدینی داشتیم که تازه مال خود ما نبود، ظاهرا مال ادبیات ترکیه بود، ادبیات عوام به اصطلاح مردمی عمومی یا فولکلوریک یا اون چی که میگن ادبیات عوام، صفات مختلف. این ملا نصرالدین آقای مهدی بازرگان همون روزها خیلی ملا نصرالدین رو وارد عرصه انقلابی ایران هم کرد، چندین مثال زد که تکه کلام آقای بازرگان تلقی شد، چون هر وقت میومد ایشون به عنوان نخست وزیر انقلاب قرقری میکرد و بعد مثالی از ملا نصرالدین میزد که آقا ملا نصرالدین این کار که اون کار که شما مثلا دارید این کار با دولت موقت میکنید. بالاخره اون وسط دولت آقای بازرگان در حقیقت و در عمل حیف و میل شد، چون آقای بازرگان هم ظاهرا یه بنده خدایی بود و اعتقاداتی داشت، دین و ایمان درستی داشت نسبت به آنچه که اعتقاد داشت تصور میکرد. آمد و ایشون و آقای خمینی به عنوان نخست وزیر انقلاب استخدام کرد یا منصوب کرد، ولی خب ایشون خیلی هم راحت و رو راست آمد و گفتش که ما برای انقلاب آماده نبودیم، اومدن این اوضاع رو دادن دست ما، هیچ برنامه‌ای هم برای اداره کشور نداریم، بیرو دروسی. بعد هم بلایی به سرش آوردن که همون مختصر دین و ایمانی را هم که داشت برداشت و از میدون به در رفت، چون فکر میکرد بالاخره این نکیر و منکر اعتقاد که داره روز اول قبری هست و میان و یقه میگیرن و چه بگه چه نگه، اونجا دیگه کسی نیست به دردش برسه بنابر اعتقادات خودش. جانشینان او البته چنین نمی کنن، مثل آقای ابراهیم یزدی و بقیه که خب اونا راه دیگه رفتن و دارن میرن و اون یه بحث دیگه است. اما صحبت ملا نصرالدین بود نه ابراهیم یزدی و بقیه. این که آقای بازرگان با ملا نصرالدین که شروع کرد، ما همینطور بعد از انقلاب انواع و اقسام داریم که دیگه ملا نصرالدین خدا بیامرز اصلا به فراموشی سپرده شده. امام های جمعه مختلف و حرفایی که زده میشه و صحبت های دیگه، ولی این ولی در جمهوری اسلامی بسیار کلمه مهمی است. ولی بعضی از این آقایون و بعضن بعضی از این خواهران صحبت هایی میکنن که این صحبت ها قابل تأمله و حقایقی درش هست که باید مورد بررسی و سمینارهای قرار بگیره. یکیش این آقای محمد رضا نقدی هست، رئیس و رهبر بسیج، آمده و گفته که در زمان شاه مردم در حلبی آبادها زندگی میکردن، مردم ایران، نه اینکه این حاشیه های کم وسعت کنار تهران رو که قبلا هم به نحوی بود، نه اینکه نبود، بلکه کل مردم ایران اکثریت که حالا اینطور نیست. این یه حرفیست.
تا چند اندازه درسته، چقدرش درسته، چقدرش نادرسته، این بابا آقای نقدی خودش میدون، اون نکیر و منکری که شب اول قبر اعتقاد داره، اگر داره. و بعد گفته که این حرف بسیار حرف دقیق و درستی است که شما حتما تایید میکنید، دیدید دیگه، که بعد از قطع رابطه با آمریکا سطح زندگی مردم بهبود پیدا کرد. مشغول زمه هستید، نگاه کنید به سفره خودتون، سفره در همسایه من، مثل آیت الله خمینی تصمیم ندارم این سازمان اطلاعاتی 20 میلیونی را بندازم که ایشون گفته بود که نگاهی به دست چپ راست همسایه بالا پایین اینها بکنید، ببینید چه کار میکنن، بیاین گزارش بدید. سازمان اطلاعاتی 20 میلیونی ما میخوایم. راهنمایی معنوی از این بهتر دیگه کجای دنیا تاریخ شما سراغ دارید؟ شعرهایی در مدحش گفتن، مرحوم سیاوش کسرایی شاعر با ملک و شعرهای حزب توده ستایشی که کرد، خب بی خود نبود، حتما حرف اساسی بود حرف آقای خمینی. من نمیخوام سازمان اطلاعاتی 20 میلیونی تشکیل بده به سبک آیت الله خمینی، کار بنده نیست اصلا به هیچ وجه. اما مشغول زمه هستید، نگاهی به سفرهای اطرافتون بندازید، من مطمئنم حتما تایید میکنید اون چرا که آقای نقدی گفته. گفته که بعد از قطع رابطه با آمریکا وضع ما بسیار چی بهتر شده. اینی که سفارت گرفتیم، همین خانم معصومه ابتکار و چند نفر دیگه و بقیه رفتن گرفتن و موسوی خوئینی ها و بقیه رفتن اونجا گرفتن و چه یه مقدار از این پول های ناقابل ایران رو، چند میلیاردی، نزدیک به 11 میلیارد دلار رو به باد دادن. خب این پول ناقابلیست، ما کم پول داریم، ما نمیتونیم، بیل که به کمر ملت ایران نخورده، چون نفته میزنن، نفت میاد میفروشیم، جایی اون 11 میلیارد رو بلافاصله پر کردیم، اونقدر پر کردیم که درست میگه وضع مردم بهتر شد، 3 میلیارد 3 میلیارد به این اون میدیم، که مردم هم نمیاد. مگه اصلا الان شما در تمام ایران بگردید کک پیدا نمیشه که کسی رو بگذه، یا شپش یا هر کدوم شغلی بالایی پیدا کردن. برای سطح زندگی مردم بعد از قطع رابطه با آمریکا گفتم حتما تایید خواهید کرد، وگرنه این آقای نقدی که شوخی نیست، رئیس بسیج هست، فرمانده تشکیلات شبه نظامی هست، کلی عمق جهانبینی داره، وسعت نظر داره، مطالعات داره، دیدید وجنات ایشون، از همه اینا گذشته شفیه فلسطینی داره مثل خود آقای خامنه‌ای، شفیه فلسطینی که بی خود نیست. همین که انداختین گردنتون دیگه تموم شد و تمام اوضاع جهان مسلط هستید و انقلابی هستید و اون نکیر و منکر هم حساب کار خودشونو میکنه. این شب اول رب میان ولی قبر بغلی میرن، سراغ آقای نقدی و بقیه نمیرن، چون میرن وقت تلف کردن. این چفیه فلسطینی و حتی و عظمتی که در این جهان آمریکا و بقیه رو صبح تا شب با مشت و لغت به زانو در آورد و تمام سلاح و سیاست آمریکا و جهان و غرب رو نابود کردن، نکر منکر مگه عقل ندارن؟ بابا پدر ما رو در خواهد بود، نخواهند اومد. است بنابراین وظیفه شماست که هرچه سریعتر نگاهی کنید و تایید کنید اون چرا که آقای نقدی گفته و برای ما حتما بفرستید و با خبرمون کنید. خبرهای دیگه از ولایت بسیار هست، آنچه که آقای بیژن زنگنه گفته، سیاستی چنان دشمن شکن که بیا و ببین، که تا لحظاتی دیگر. آقای بیژن زنگنه رو بهش میگن شیخ الوزرای همچین چیز، چون همینطوری ایشون وزیر بوده، مهم نیست کدوم وزارتخونه، کدوم تخصص، در زمینه‌ای که تخصص داره، در زمینه‌ای که از تخصص که از روز اول امام علیه السلام گفتش که مال غرب و طاغوت و این صحبت هاست، ما تعهد میخوایم نه تخصص.
یادتون هست و یادمون هست که چه کسانی آمدن، مثلا فرض کنید خب سماورساز از وسط بازار نجف آباد آمد مثلا شد مدیر تولید تلویزیون. انقلاب نکردیم که باز یه آدم متخصص اونجا نشسته باشیم. سماورساز هم بالاخره آدمیست، حق داره مدیر تلویزیون بشه، اونم یه سماورساز انقلابی، درست؟ اینا همه هستش. اون گلگیرسازی که شده بود رئیس اداره تئاتر و از قضا فامیل بسیار خوبی هم داشت، میست که برادران چماقی بچه های اداره تئاتر یادشون هست. خب اصلا شما حکومت قبلی همین کارا رو کرده بود که ما وابسته به آمریکا شده بودیم، یا وابسته به آمریکا که بودیم اون کارا رو میکرد. بنابراین خب هیچ وقت تحقیقی انجام نشده بود در زمان پیش از انقلاب که رابطه بسیار بسیار مهمه گلگیرسازی و تئاتر رو به اصطلاح کشف کنه. این بعد از انقلاب کشف شد، گلگیرسازی آمد و شد رئیس اداره تئاتر وزارت فرهنگ هنر. قبلش هم اینا بودن دیگه، آقای علی نصیریان بود، عظمت جانتی بود، بقیه بودن. گلگیرسازی هم من نمیدونم تا چی، اصلا تخصصی نداشت. حالا حرف این بسیاری بودن که از این شوق استاندار فردا میشد معاون وزیر آموزش پرورش، پس فردا سفیر میشد، از سفارت میومد مدیر کل آبیاری استان خوزستان میشد. یعنی یک قوم چند منظوره و چند کاره و آچار فرانسه ما در ایران داشتیم که پادشاه ایران و دولت‌های پیشین و استعمار و استکبار و همه اینها دست به دست هم داده بودن، این آدم ها رو نمیذاشتن کشف بشن که ایران رو آباد بکنن اونطوری که همین الان هم میگه. یکی از این کسان که همچنان خوشبختانه در مستر کاری هست همین باباس بیژن زنگنه. اینقدر وزیر بوده که بقیه شون که کمتر وزیر بودن به این یکی میگن شیخ الوزرا. خیلی هم باد به قبقب میندازن که حق دارن، چون قبقب بسیار مناسبی برای باد دارن، حق صاحب قبقب درست حسابی هستن. و بسیاری هم از کسانی در خارج در داخل از ایشون حمایت میکنن، قسم آیه ریش گروه میزنن که ایشون آدم فاسدی نیست، ایشون بسیار کارشون همه این هست. اونا هم که بی خود نمیگن، چون خودشون هم اصلا فاسد نبودن. اینی که چند میلیون با خودشون برداشتن بودن خارج از کشور این کارا که این که فساد، این پول تو جیبیست. برای ایشون آمده و گفته به عنوان وزیر نفت قابل توجه، ما چه قیمت نفت بره بالا، چه قیمت نفت نصف بشه، تولید خودمون و صادراتمون افزایش میده. یعنی فکر نکنین که مسئله نفت که این اوپک درست شد در زمان شاه و به اون قدرت رسید و این حرفا که یکی از نهادهای قدرتمند بازار نفت بود در جهان، فکر میکنم برای چی شده بود؟ برای اینکه همین کارا رو بکنم، بیان بگن آن نفت یه چیز اقتصادی است، باید خیلی کارشناسانه راجعش صحبت کرد. اینطوری نیست. امام علیه السلام بی خود نگفته بود که مثلا اقتصاد مال چارپایان است، ما برای اقتصاد که انقلاب نکردیم، برای این حرفا. یعنی مثلا نفت و کار نداریم، هم گردن کلوفتی، ما گردن کلوفت هستیم بعد از انقلاب. نفت تو حالیمون هم نیست، قیمتش دو برابر کمتر بشه تولید ما میبریم بالا، میفروشیم، قیمت هم اومد پایین، اومد پایین. حرف دیگه که زد، سهم تاریخی خود رو نمیخوام از دست بده. اینو بهش میگن چی؟ ارق مکتبی، ارق اسلامی، ارق انقلابی، که این بابا شیخ الوزرا به وفور داره. حالا اینکه صنایع نفتی ایران قبل از انقلاب تا 6 میلیون دلار هم 6 میلیون بشکه هم در روز تولید میکرد و آیا اون سهم تاریخی ما بوده در اوپک، ما رهبر اوپک بودیم ایران، یا اینا اونو مربوط به قبل از انقلاب سهم تاریخی ما رو البته ایشون روشن نکردن، گذاشتن کشور دموکراسی دیگه خود شما تعیین کنید. برای اینکه ما برسیم به حتی نصف اون 6 میلیون بشکه در روز، یه حدود 200 میلیاردی کارشناسا میگن لازم داریم که چی بشه، صنایع نفت دوباره بیاد رو پا بیسته و
بتونیم صادر کنیم و در داخل هم عرض بشه. آقای زنگنه حتما فکرشو کرده، من مطمئن هستم که ایشون حتما فکر این تا 200 میلیارد دلار برای راه انداختن صنایع نفتی ایران، بازسازی و بالا بردن صادرات و همه اینا رو کرده، وگرنه شما وجدانن تا حالا دیدین کسی از این مسئولان جمهوری اسلامی حرف بی اساس و غیر بی حسابی بزنه؟ ابدا. من شخصا که ندیدم. هر چه که گفتن انجام دادن، هر چه که گفتن بر اساس حساب کتابی بود از همون روز اولی که آقای خمینی آمد و گفت ما مملکت رو آباد میکنیم، مادیات شما رو بالا میبریم، معنویات شما رو هم بالا میبریم، همه چیزی که دارید در زندگی از مادیات و معنویات بالا میبریم. و میبینید که این کار کردن دیگه. همین الان آقای نقدی مگه نگفت؟ بنابراین آقای زنگنه هم حتما حساب این کار رو کردن. منتظر باشین که به زودی سهم تاریخی نفت ایران چی؟ دوباره تأمین خواهد شد و نفت بالاتر خواهد رفت. تا لحظاتی دیگر. خوب، زمین خاری به عنوان یکی از عمده ترین پدیده های بعد از انقلاب هست در ایران. من اینو به عنوان یک موضوع منفی نمیگم ابدا، برای اینکه قدرت هاضمه ایرانیان بعد از انقلاب به مراتب بالاتر رفته، همه چیز میتونن بخورن، اون که قرمه سبزی و فسنجون و این چیزا رو که خب قبلا همه جا میتونستن بخورن اون زیاد مسئله نبود، غذاهای ملی هست اونا، طی تاریخ معده ایرانیان عادت کرده بود به اون غذاهایی که داره. اما زمین خاری اینه که بتونیم زمین بخوریم و زمین خاری، حالا میگفتن یکی زمین خورده، اون منظور چیز دیگه بود، یعنی من بتونیم مثلا 100 هکتار، 1000 هکتار، 10000 هکتار زمین بخورید، این پدیده کمی نبود. بعد از ما اینو مدیون انقلاب هستیم، وگرنه کجا ما میتونستیم به این راحتی زمین بخوریم؟ کجا معده ما توان به سا هضم چنین زمین های رو داشت؟ اونم در زمانی که همه مواظب هستن، یعنی انقلاب کردیم که دیگه کسی چیزایی به اصطلاح غیر حیاتی و غیر لازم رو نخوره. خوشبختانه از این بابت معده ما چنان، معده ملی ما چنان قدرتمند شد که تا بخواید تقریبا نصف ایران رو تا الان خوردیم. نه من و شما البته، ما همچنان متاسفانه نه تمرینی کردیم مثل شما، همونطوری گاهی اگه قرمه سبزی چیزی، حالا بنده که گوشتم نمیخورم، چیزی گیرمون اومد مثلا میخوریم، به هر اعتقادی هم داریم شکر خدا رو میکنیم. اما یادمون نره که از قافله انقلاب عقب، یعنی همین که به نون و پنیر و سبزی یا فسنجون و قرمه سبزی اینا اکتفا کردیم، پس انقلابی نیست. انقلابی اینی که معده آنچنان قدرتمند داشته باشه، همچنان که مشتی قدرتمند داره که به دهان این اون میزنه، بتونه هکتار هکتار زمین بخوره ببره. خانم مسئول ابتکار گفت فقط 50 پرونده زمین خواهی توی خونه یکی از مسئولان پیشین پیدا کردیم. کشف به این بزرگی. چه شد اون مسئول پیشین؟ میشه مسئول آینده دیگه، جایزه خواهد گرفت. شما فکر میکنید مثلا اینایی که سر کار هستن همینطوری با قرمه سبزی و نون و سبزی خوردن و اینها تونستن؟ نه، امتحانات انقلابی دادن، نشون دادن که میتونن در عرض یک سال چقدر زمین بخورن. در پدیده نوظهور زمینخواری در ایران، پدیده ملی زمینخواری، اینی که از اونجا ورش داشتن اومده جای دیگه سمت بالاتری. بنابراین این یکی از موارد هست که این مسئله زمینخواری رو من میخواستم به شما یادآوری کنم، گویی که خود شما به آشنایی دارید و میدونید پدیده زمین خاری رو.
یک بابایی هم آمده گفته که در از مسئولان که در شهر صدر استان فارس زمینخواری یک پدیده پیچیده است، چون اونجا هم زمینخواری بوده خوشبختانه، به هیچ وجه پیچیده نیست. ایشون که این حرف زده مثل این دستاوردهای انقلاب درست نمیشتسه، به هیچ وجه پیچیده نیست، شما دارید پیچیدش میکنید. مقداری زمینه، یک سنده، به طریقه انقلابی میشه این سند رو از اسم حسن کرد به اسم حسین، از اسم پرویز کرد به اسم حسن قلی، کاری نداره. خود موسوی، آقای موسوی اردبیلی و بقیه آقایونی که الان اصلاح طلب هستن، خب در اثر پدیده زمینخواری چنان زمینخواری کردن که زمینگیر شدن، که این باز یک پدیده دومیست و بقیه مثلا. این رو از این بابت گفتم چون مقدمه است برای یک پدیده جدیدی که علاوه بر زمینخواری ما پیچ و مهرخواری هم در جمهوری در اسلامی انقلابی اسلامی در ولایت آغاز شده. معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری در گلستان آقای علی اصغر طهماسبی آمده گفته 200 متر پیچ و مهره خط آهن گرگان اینجه، اگه درست تلفظ کرده باشم، اینجه برون، این خورده شده. خورده شده یعنی بالا کشیدن، بردن به طریقه انقلابی. این پدیده البته زیاد رشدی که باید نکرده، من فقط جست گریخته جاهایی دیدم این پدیده آهنخواری، متاسفانه زیاد رشد نکرده، شاید به دلیل اینکه آهن ما کمتر داریم، ذوب آهنخواری رو داریم، چون پدیده ذوب آهن رو یک جا تونستن بخورن، اما به طور پراکنده پدیده آهنخواری بوده. مثلا خط لوله های نفتی بوده که نفت رو از چاهای مختلف مسجد سلیمان میرسونه به پالایشگاه آبادان. در طول بیش از نیم قرن برخی از این خطوط لوله دیگه مورد استفاده نبود. اولین امام جمعه ای که انقلاب نازل کرد بر شهر من مسجد سلیمان، خبرهایی که من داشتم، با تلاش بسیار این مرد مؤمن، این مرد خدا، شروع کرد به پدیده آهنخواری رو بنیان گذاشتن در مسجد سلیمان، یک پدیده ملی، مثل نفت که ملی شد از مسجد سلیمان آغاز شد جنبشش، آمد و این لوله ها رو یک جا فروخت به اونایی که می خریدن، یعنی بریدند و بردند و رفتند و خوردند. اما متاسفانه بعد این پیگیری نشد، یعنی پدیده آهنخواری اونطوری که زمینخواری پا گرفت در ایران انقلابی اسلامی، اسلامی انقلابی هر چی که اسمشو بذارید، پدیده آهنخواری اونطور پا نگرفت. بعد این حجت الاسلام و المسلمین، امام جمعه به اصطلاح انقلابی مسجد سلیمان، اولین امام جمعه انقلابی مسجد سلیمان که من اسمش دقیق یادم نیست، هر جا که هست مطمئنم به اقدامات انقلابی خودش در همین مسیر ادامه میده، این پدیده رو بنیانگذاری کرد اما راه به جایی نبود. الان میبینیم که خوشبختانه در گرگان این از سر گرفته شده، جای دیگه هم بوده، 200 متر پیچ و مهره راه آهن رو به سرقت بردن. این رو برخی از ضد انقلاب نوشته سرقت، در حالی که سرقت نیست، پدیده تازه انقلابی هست و قابل تأمل و ستایش و از دستاوردهای گران قیمت انقلاب اسلامی در ایران. تا لحظاتی دیگر. خب یک خبری من دارم و اون مربوط میشه به همین توافق هستی. این توافق هستی خب خیلی مسائل رو در پی داشت، عده‌ای موافق، عده‌ای مخالف،
حالا به شکل‌های مختلف در ایران دلایلی داره، در آمریکا و جاهای دیگه دلایلی به کلی متفاوت و مختلف. برخی هم اومدن اینجا عوام فریبی بکنن، این اصطلاحی که خب به کار میبرن، تا گفتیم که آقا ریشه های اختلاف در ایران چی هست، گفتن خب در آمریکا هم اختلاف هست، مثل همون عوام فریبی هایی که میشد تا میگید آقا در تعداد زندانیان سیاسی در ایران اینقدر این تعداد داریم، یا در اروپا هم زندانی ما داریم، در آمریکا بیشترین زندانیان دنیا داره رقمش، یا مثلا هر چیزی، یا بچه هایی که مثلا به مدرسه نمیرن در آمریکا هم نمیرن. این قیاس هایی که به صورت یه مقدار ظاهر درستی داره اما از بنیاد نادرست. دلایل مختلفی در آمریکا داره، در ایران هم دلایل خودش رو داره که چرا مخالفن. یعنی خب در خود ایران نگران این هستن یک جناحی که جناح دیگر رفته به آمریکا و بقیه ساخت و پاختاشو کرده و قرار هست این بر اساس این ساخت و پاختا جناح مقابل از میدون حذف کنه. اون جناح مقابل خب نگرانه، یعنی حالا من در لفافم نمیگم، مثلا معتقدن که جناح رفسنجانی و روحانی و بقیه مخلفات این جناح در آمریکا از طریق لابی هایی که دارن ساخت و پاخت کردن و وعده و وعید دادن و وعده و وعید گرفتن، حالا در صدد اون یکی جناح که مثلا توند روها هستن در جمهوری اسلامی رو به قول احمدی نژاد جارو کنن، و اینی که اون جناح هم ایستاده و مقاومت و گاهی هم یک نشونه های از این مطلب رو مطرح میکنن که ما اجازه نمیدیم، آقای خامنه ای هم دیدید که اجازه نمیدیم نفوذ آمریکا و اقتصادی فرهنگی و این صحبت ها در ایران باز بشه. اما حالا بین این جار و جنجال این رو هم بگم البته که شک و تردیدی هم که دارن به معنی این نیست که اونا مخالفن، خیلی از اونا هم که مخالف این داد و ستدهای جناح مخالف هستن با آمریکا نگران آینده خودشون هستن، وگر نه اینکه نگران داشتن رابطه با آمریکا، یعنی مایل هستن خودشون خود اون جناح بیشتر ابتکار عملو در دست داشته باشیم، وگرنه من و شما میدونیم که اینها نه جنبه مصالح ملی داره یا جنبه مصالح دی مردم داره یا چیزهای دیگه که این بحثیست که میذاریم به روز دیگه برنامه دیگری صحبت بکنیم راجبش. ولی در این وسط حرفای بسیار با نمکی حرفایی زده میشه قابل تأمل، شاید هم با نمک باشه. این همین رسائل رو که قطعا میشناسید شما بینندگان ما یا برخی از شما در مجلس شورای اسلامی هست که خیلی های دیگه اطرافیان خود ایشون در همون مجلس بارها این بابا رو متهم به فساد مالی کردن، آمده گفتی که وقتی توافق اتمی شد و فلان اینها، حالا به اون یکی جناح داره مثلا هم عده فرش سوار با داشتن شعارهای روی ماشیناشون به اسم I love USA یا US آمدن به خیابانها و از امنیت هم برخوردار دادن، هیچ کسی باشون کار نداره. حالا داره مثلا گوشه میزنه و کنایه که مثلا این جناح حسن روحانی و بقیه مثلا فرض کنید خواستار رابطه با آمریکا اینا بر بچه های اونا، خب بله پرش سوار های که بچه های معلم و کارگر و اینها که نیستن، که بچه های همین حضرات هستن، پدر و پدرانشون اینقدر زحمت میکشن، خب حق داره این بچه ها پرشه سواشن یا بقیه ماشین هایی که گرون قیمت هست، حق طبیعیشون. حالا پسر آقای روحانی خودکشی کردن یه داستان دیگه است، دست باباش که نبود که برای اومده اینو گفته. من این خبر رو فقط میخواستم به ایشون بدم که این بر اگر این هست نگران نباشین، اون برم آقای اوباما رو میگن که شما کم کم مونده که بیاید و مراسم سینه‌زنی هم برای دلبری از جمهوری اسلامی در کاخ سفید را بندازید، یا مراسم روزخانی هستن کسایی که یک کمچین تنزی رو راجب آقای اوباما به کار میبرن.
برحال آقای حمید رسایی، من فکر کنم یه خود باید اینقدر سخت نگیریم. اگر این پرش سوار میشن، خب احتمال داره تو این دو سالی که آقای اوباما هست، شاید هم پیشبینی یا توصیه یا انتقاد یا طنز کسانی در آمریکا در مورد اوباما درست در اومد. روزخانی در کاخ سفید رو انداخت یا در باغ کاخ سفید یا جایی در واشنگتن، و همین شما رو، حمید رسایی رو دعوت کرد اونجا یک روزه‌ای بخونید که حتی سناتور مککین هم گریه کن. اون موقع ببینید چه خواهد شد. آقای حمید رسایی اما کنار ایشون کسی حرف دیگه ای زده که حرفستان علی شمخانی این مقدار شوخی کرده. این آقای شمخانی که رئیس نیروی دریایی، وزیر دفاع، الان دبیر شورای امنیت ملی یا عضو شورای امنیت، همه کاره هستن دیگه. یعنی شنا میتونی بلد نباشی ولی بشی فرمانده نیروی دریایی ایران، چه اشکالی داره؟ شما حتما یه دعاهایی هست که آیت الله مصباح یزدی و جنتی اینا میخونن دیگه، رو آب میسی، وزن مخصوصت کم میشه. میگن انتقاد کردن شمخانی بلد نیست، شنا شده و رئیس نیروی، فرمانده نیروی دریایی. نه، از این دعاها آقای جنتی و بقیه دارن، آقای ریشهری و بقیه میخونن، فوت میکنن و اقدامات دیگه. بنابراین اون وقت شمخانی که سهله، حتی فیروز آبادی هم میتونه رو آب بیسته بدون اینکه شنا بدون. مثل پریه دریایی مثلا میتونن یک روغنبیل مختصری هم آقای فیروز آبادی رو آب بیان بر اثر این دعاهایی که وزن مخصوص رو میاره پایین. ایشون اومده گفته فساد اقتصادی مثل موریانه انقلاب رو میخوره. این مقدار شوخی کرده آقای علی شمخانی، مختصری شوخی کرده، یعنی فساد اقتصادی مثل موریانه انقلاب رو میخوره. هیچ ارتباطی نداره. من تو دادم یاد حرفای صادق هدایت گرامی میفته که در زندگی زخمایی هست که مانند خوره روح رو در انزوا میخوره. یکی از این زخما شاید همین حرف آقای شمخانی باشه. یا بعد از 35 سال تازه انقلاب، به تعبیر خود آقای شمخانی، انقلاب اگر قرار فساد مالی اونو بخوره که انقدر اون چیزی که شما فساد مالی میگید که ما نمیگیم، انتقال جابجایی پول هست دیگه، قاعدتا نباید چیزی از انقلابی باقی مونده باشه. یا نه، بالعکس، این فساد مالی انقلاب رو قوی تر میکنه. اینا گلهای یا شکوفه های انقلابی هستن که کی؟ 22 بهمن 57 ملت ایران به رهبری آیت الله خمینی انجام داد. اینها گل هیچی هستند آقای شمخانی که شکفتند، گلهای 3 میلیارد دلاری احساس هیچ آیت الله خمینی. بنابراین شما نگران نباشید، شناتونه بکنید در بحر فسادی که هست، که فساد نیست به تعبیر فقیه. به پایان برنامه میرسیم. همراه شما عزیزان دل می سپرین به صدای فرامرز اصلانی عزیز، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.